تایتاناسورها بیش از 100 میلیون سال پیش در پاتاگونیا که بخشی از قاره آمریکایی جنوبی است زندگی می‌کردند، اما جای دادن فسیل استخوان‌های این حیوان‌های عظیم و جسته ما قبل تاریخ در یک موزه کار بسیار دشواری است. این جانور چنان قد بلندی دارد که مسئولان موزه تاریخ طبیعی در شهر نیویورک مجبور شدند که این دایناسور گیاهخوار را با گردن رو به پایین به نمایش بگذارند. گزارش از علی نژادی. Gigantic, super gigantic. Very, very big. Colossal. It's like 2 inches from touching the ceiling. This would dwarf an elephant. این واژگان دانش آموزان چهارم ابتدایی یکی از مدارس شهر نیویورک این دایناسور عظیم الجثه را توصیف می کنند. فسیل یک تایتاناسور از روز گذشته در موزه تاریخ طبیعی شهر نیویورک به نمایش عموم گذارده شده است. این دایناسور به قدری عظیم الجثه است که به سختی در یکی از سالن‌های این موزه قرار گرفته. There was a moment when we didn't think part of it would fit in the garage. وقت‌هایی بود که هنگام سوار کردن فسیل به نظر می‌رسید که در این سالن جا نگیرد. یک بار هم یکی از قطعات فسیل به قدری بزرگ بود که نتوانستیم آن را در آسانسور جا بدهیم. ما این فسیل را به سختی جا دادیم و برای این کار مجبور شدیم که آن را به صورت دولا شده نمایش بدیم. در حقیقت قد این دایناسور بلندتر از این است. وزن زندگی این جانور ما قبل تاریخ حدود وزن 10 فیل یعنی حدود 70 تن است. و طول آن از یک نهنگ آبی بلندتر یعنی 40 متر است. مایکل نوواسیچ دیرینه‌شناس معتقد است که در آینده به دایناسورهای بزرگتری برخواهیم خورد. دهان مردم شهر نیویورک و مردم جهان با دیدن آن از تعجب باز خواهد ماند. این دایناسور حتی به حد اکثر رشد خود نرسیده بود. بنابراین مطمئن نیستیم که در طبیعت به دایناسورهای بزرگتری برخواهیم خورد. دیرینه‌شناسان حدود 70% فسیل این جانور را یافتند و بقیه تکمیل آن از روی حدس و گمان صورت گرفت. علی نژادی، صدای آمریکا.